نجمه تجدد موسیقیدان و مدرس آواز از تهران همراه ما هستند تا گفتگوی داشته باشیم. در همین رابطه خانم تجدد، خوش آمدید به برنامه نیمروزی ایران اینترنشنال. درباره استاد شجریان بسیار گفته شده، اما من میخوام این سوال رو از شما بپرسم که اکثر اساتیدی که فوت میکنند و فقدانشون رو ما شاهد هستیم، بعد از مدتی دیگه یاد و خاطرشون چندان باقی نمیمونه یا مدام بهش پرداخته نمیشه، ولی استاد شجریان در این یک سال بسیار بهش پرداخته شد. دلیل این تمایز چیست؟ سلام خدمت شما و تمام عزیزانی که در این برنامه شرکت کردن و یاد و خاطر ایشون رو که همیشه زنده و جاوید خواهد بود همچنان در دل و قلبشون دارن. آقای شجریان هزار دستان موسیقی ایران بود و صدای ایشان از فرهنگ ایران که به دنیا یادآور میشه که دارای چه فرهنگ بزرگی هستیم، فرهنگ انسانی، فرهنگ عشق، فرهنگ صلح و فرهنگ دوستی. و ما به دنیا ثابت کردیم و به دنیا ثابت شده که این فقط تنها صدای شجریان، صدای یک مملکت، یک دو ایرانه، یک فرهنگ قدیمیه، یک موسیقیه، یک میراثه، سعدی، حافظ، شیراز، تخت جمشید، شعر، موسیقی. این چیزی نیست که مثلا ما بگیم فراموش میشه. شجریان هیچ وقت فراموش نمیشه. ما ممکنه که حضور فیزیکی ایشون رو نداشته باشیم، ولی صدایشون، قلبشون، تپش قلبشون در صداشون جاری و همچنان بر ما جاری است و هیچ وقت پایان نمییابه. خانم تجدد میراث بسیاری از لحاظ فرهنگی و معنوی به جا گذاشتند. آقای شجریان کدامش رو میشه به طور مشخص در حوزه موسیقی برای نسل جوان راهکار دونست و قابل اتکا؟ بزرگترین مسئله‌ای که ایشون شعری که میخوندن با موسیقی بود که درست بود و با این شعر و موسیقی اندیشیدن یاد دادن و جوانهای ما با شنیدن این موسیقی و با شنیدن این اشعار و شعر درست دو فکر میکنن و این بزرگترین خدمتی بود که ایشون به شعر و موسیقی این فرهنگ این مملکت کردن. بسیار سپاسگزارم از شما خانم نجمه تجدد، موسیقیدان و مدرس آواز که از تهران با ما همراه شدید در این گفتگو. سپاسگزارم از لطفتون. ببخشید. مرسی. ممنونم از لطفتون. مرسی.